در این قسمت صحبت ما روی کشش و فشار روی محور رو هستن. حالا دقت بکنید بچه اینجا رو ببینید چقدر راحته. میگه فرض کنیم ایگرگ من چی باشه؟ اف ایکس باشه. حالا صحبت من کشش و فشار عمودیه. این یعنی چی؟ میگه اگر اف ایکس من توی عددی مثل ان ضرب بشه، انو بیایم توی اف ایکس ضرب کنیم، درسته؟ ادامهش ببینید. کافیز عرض تمام اف را در عدد ان ضرب کنیم. مشخصه. اینو با این مقایسه کنیم. ایگرگ ایگرگ. خب این ایگرگ من ان برابر اف ایکس. اینجا ایگرگ من با چی برابره؟ اف ایکس. اینجا ایگرگ من ان برابرش شده. پس ایگرگ من داره ان برابر میشه. به عنوان مثال ایگرگ مساوی اف ایکس اینه. محل برخورد با محور ایکس ها 2 منفی 2 با محور ایگرگ ها چنده؟ 3. گفته دو تا اف ایکس، یعنی اف ایکس تو دو برابر کن. اف ایکس با اینا کار ندارم، دو تا بیان با دو سه تا چقدر میشه؟ 6 تا میشه. یک سوم برابر کن. اگه یک سوم رو توی سه ضرب کنم میشه 1، ولی با ایکس ها کار ندارم، میشه 1. منفی 2 برابر کن. منفی 2 رو ضرب در 3 کنم میشه منفی 6. نمودار میاد پایین و بدین صورت دست میشه. پس با ایکس ها ما کاری نداریم، فقط داریم ایگرگ ها رو ضرب میکنیم. این حواسمون باشه. حالا نیا که اینجا رو میخوایم کشش و فشار افقی رو مورد بررسی قرار بدیم. یه فرض کنیم که نمودار اف ایکس من داده، میخوام بیام نمودار اف کای ایکس رو رسم کنم. اینو باید چه کار کنم؟ میگه کافیست طول تمام نقاط اف ایکس در یک کاون ضرب کنیم، که کا نمیتونه صفر باشه، چون اگه کا صفر باشه یک بر روی صفر تعریف نمیشه. حالا یعنی چی؟ ببینیم، من یه چنین نمودار رو در نظر میگیرم بدین صورت. محور x ها رو تو نقطه 2 منفی 2 قطع کرد و محور y ها رو تو نقطه 4. حالا من f 2x رو میخوام. بچه ها اینجا f دیگه ضریب نداره پشتش، یعنی کشش منی محور y ها دیگه در واقع کشش رو محور y دیگه نداریم، چه به سمت بالا چه به سمت پایین. اینجا دیگه رو محور x. خب اینجا 2x گفتم چی؟ kx. چه کار میکنیم؟ تو یک کام اگر دوی من نقش کار رو داشته باشه، پس یک کامش میشه چند؟ میشه یک دوم. پس من در واقع کشش روی محور ایکس ها رو دارم. حواسمون باشه. پس در واقع من اگر بیام تو یک دوم ضرب بکنم محور ایکس ها رو، فشرده میشه، میشه منفی یک و یک. چون دو ضرب در یک منفی دو ضرب در یک دوم منفی یک، و دو ضرب در یک دوم چند میشه؟ میشه. پس حواسمون باشه اگر اف ایکس من توی عدد ضرب شد، اینجا در واقع کشش من روی محور ایگرگ هاست، یا بزرگ میشه یا کوچک. ولی اگر ایکس من توی عدد ضرب شد، کشش من دیگه روی محور ایکس هاست، که اول میام چیکار میکنیم؟ یک کامش رو به دست میاریم، عدد رو وارون میکنیم، میشه یک دوم. اعداد روی محور ایکس ها رو، یعنی دو منفی دو روی یک دوم ضرب میکنه، هر چی که به دست اومد در واقع اونو رسمش میکنه. با ایگرگ کاری ندارم. چهاره. اینجا منفی دو دو بود، اینجا شده منفی یکی، در واقع فشرده شده تو هم دیگه، کشیده نشده. حالا اف یک سوم ایکس، این میشه همون کای من که وارونش بکنم چند میشه؟ یک کامش میشه 3. یعنی در واقع من باید بیا محور x رو توی 3 ضرب کنم، اینجا دیگه کشیده میشه، میشه منفی 6 و 6. به همین راحتی این شکل انتقال رو یاد بگیریم. حالا اینجا دقت کنید، این همون سوالی بود که گفتم که روش دیگه هم داره. اگه خاطرتون باشه گفتم تغییرات روی محور x ها به چه صورت بود. یه نمونهش قبلا حل کردم، این نمونه کاملشه. خواهشا اینو خوب گوش بدین. میگه نمودار ایگرگ مساوی اف ایکس رو ما داریم. حالا میگه بر اساس این نمودار بیا نمودار این ایگرگ، این ایگرگ و این ایگرگ رو رسم کن، سپس دامن و بردش رو تعیین کن. ببین چقدر راحت. گوش بدین بچه.
اول بیاد دامنه خود اف ایکس رو مورد بررسی قرار بدیم. دامنه مقادیری بود که ایکس میپذیره. خب ایکس من کجاست؟ از 2 هست تا 4 میشه دامنه. از منفی 2 هست تا 4 میشه دامنه. برد چی؟ مقادیری که ایگرگ آر اف رنج تابه یا همون برد تابه میشه از 0 تا 2. حالا اینجا رو دقت کنید. بهترین کار اینه که من دارم بهتون میگم. اول بیاد نقاط رو پیدا کنید. ایدو بیو سی رو پیدا میکنم. منفی 2 ایکس هم ایگرگ ندارم، 0. ایکس هم 0 ایگرگ 2، ایکس هم 4 و ایگرگ 0. این شد نقاط ای و بی و سی. حالا ببین چیکار میکنیم. اینجا ببینید داخل پرانتز ایکس، تغییرات من رو محور ایکس ندارم، فقط تغییرات رو محور ایگرگه. همین گفتم کشش دو برابر داریم میکنیم ایگرگ همونو. پس میگم چی؟ تبدیل، یعنی تی تبدیلی که روی x و y داره انجام میگیره به چه صورته؟ fx رو من دارم، ولی چیزی که به من داده تبدیل یافته است، دیگه خود fx نیست، یه عبارتی دیگه ایه. پس من ببینم چه تغییری، چه تبدیلی باید روی x و y انجام بدم. آیا x ها عوض شدن؟ نه، y من fx نمودارش اینه، ایگرگ من دو تا اف ایکس نمودارشو میخواییم. پس داخل پرانتز که ایکسش تغییر نکرده، فقط ایگرگ من دو برابر شده، کشش روی محور ایگرگ هاست. پس ایگرگ من دو برابر شده، پس من ایکسامو کار ندارم، ایکسش منفی 2 کار ندارم، ایگرگشو دو برابر میکنم که 0 ضرب در 2 میشه 0. حالا بی 0 رو کار ندارم، ایکسامو ایگرگشو دو برابر میکنم میشه 4. بعدی ایکسش رو کار ندارم، ایگرگش رو دو برابر میکنم، صفر ضرب در 2 میشه 2. پس ای و بی و سی اینه، آپریم بپریم سپریم هم بدین صورت که اگه این نقاط رو به هم دیگه وصل بکنیم دقیقا نمودار این به دست میاد، مشخصه ایکس ها دست نخوردن، فقط ایگرگ همون دو برابر شدن. به همین راحتی. حالا بعدی رو صحبت از چی بود؟ قسمت بعدش دامنه مقادری که x میپذیره. شد از اینجا تا اینجا، دامنه که عوض نشد، چه x همون که عوض نشد، ولی y همون چی شد؟ دو برابر شد. اگه دو برابرش کنه چی میشه؟ 0 4. هر رو شکل مشخصه میشه از 0 تا 4. به همین سادگی. حالا اینجا رو دقت کنید، f 2x منهای s. قبلا گفتم چی؟ گفتم داخل پرانتز میذاریم 0. این روش رو بچه گوش بدید. داخل پرانتز رو چون این شکلی که ما داریم میبینیم، هم تغییرات روی محور x ها داریم بچه ها، هم تغییرات روی محور y ها داریم. انگار y من داره 4 واحد بهش اضافه میشه. اول بریم تغییرات روی محور x ها رو بررسی کنیم. میگیم چی؟ داخل پرانتز رو میذارم مساوی با یه عبارتی مثل t. خب از اینجا 2x من میشه t به علاوه 3 و در نهایت x من میشه t به علاوه 3 دوم. این تغییرات روی محور x ها اینطوری بود. پس تبدیلی که روی x و y داره انجام میگیره چیه؟ پس fx من اینه، من میخوام اینو رسم کنم، ولی باید ببینم که چه تغییراتی روی x و y داره انجام میشه. اول y رو بگیم، به y من همون اف من چند تا اضافه شده؟ 4 تا. اما تغییرات روی محور ایکس من این بود، چون تی به علاوه 3 تقسیم بر 2، چون ما بر حسب ایکس میخواییم عیبی نداره، به جای تی میذارم ایکس، میشه ایکس به علاوه 3 تقسیم بر 2. این خیلی راحته، این خیلی کمکتون میکنه. پس گوش بدین بچه ها، اگر شکل اف ایکس رو به من دادن و چیزی دیگه از ما خواستن، خواهشن از طریق همین تغییرات ایکس و ایگرک برید. چه کار میکنه؟ اگر مثل شکل قبلی داخل پرانتز فقط ایکس بود، خب به ایکس ها دست نمیزدیم. اونجا اف ایکس دو برابر شده بود، پس ایگرک من هم دو برابر میشه. ولی اگر داخل پرانتز تغییرات داشتیم، ایکس خالی نبود، داخل پرانتز مساوی تی میگذاریم، x رو آزاد میکنیم،
و در نهایت توی اون تغییرات به جای x همینا قرار میدیم، فقط متغیرش تبدیل به x میشه. از طرفی چیکار میکنیم؟ y رو نگاه میکنیم، به y من چند تا اضافه شده؟ 4 تا. پس این میشه تغییرات من. پس a رو دارم، a پریم رو میخوام به دست بیارم، میگه x رو 3 تا اضافه کن، تقسیم بر 2 کن، منفی 2 3 تا اضافه کنم میشه 1، تقسیم بر 2 میشه 1 2. y رو 4 تا اضافه کن، 0 رو 4 تا اضافه کنم میشه 4. حالا بعدی بپریم، 3 تا به x اضافه کن، 0 به علاوه 3 میشه 3، تقسیم بر 2 کن 3 دوم، y رو 4 تا بره جلو که 4 تا برم جلو 6 میشه. بعدی سپریم، 3 تا به x اش اضافه کن، تقسیم بر 2 کن، 4 با 3 میشه 7، تقسیم بر 2 میشه 7 دوم، y اش هم 4 تا اضافه کن که 0 به علاوه 4 چند میشه؟ میشه 4. پس a پریم و b پریم و c پریم در اومد که اگه نقاط رسم بکنم بدین صورت میشه. خب بچه دامنه چی میشه؟ مقادیری که x میپذیره از 1 دوم هست تا 4، درسته؟ در واقع تا از میخوام 7 دوم، بله درسته. ببینید الان x من اینجا در واقع میشه 1 دوم، c پریم من x شنده 7 دوم، همون 3 و نیمه، درسته؟ پس دامنه من میشه از 1/2 تا 7/2. حالا برد چی بچه ها؟ برد نیا کنید، مقادیری که ایگرگ میپذیره، ایگرگ من همینه فقط داره قبول میکنه، میشه از 4 تا 6. خب حالا قسمت بعدی، آیا داخل پرانتز ایکس تنهاه؟ نه، گفتم مساوی تیه قرار نید. از اینجا ایکس آزاد میکنه، 1/3 x رو کار ندارم، 1 مد این طرف میشه t منهای 1، توی 3 ضربش بکنم x میشه 3t منهای 3. حالا تغییرات روی x و y رو میخوام، اینو باید چیکار کنیم؟ x من تغییراتش این بود که شد 3x منهای 3، این شد تغییرات x من. اما y رو بگو، y من f من منفی 2 برابر شده، 3 تام بهش اضافه شده، به همین راحتی منفی 2 برابر شده، 3 تا هم بهش چی بچه ها؟ اضافه شده. پس بیم اینجا آپریم رو میخوام، من آ رو دارم، آپریم رو بر اساس همین تغییرات جلو میریم، 3 برابر کن ایکسش رو، 3 تا کم کن، 3 برابر کنم میشه منفی 2، 3 تا کم کنم میشه منفی 6، ایگرگ رو منفی 2 برابر کن 3 تا اضافه کن، منفی 2 برابر کنم منفی 2 ضرب در 0 میشه 0، اگه 3 تا اضافه کنم میشه 3، و به طریق مشابه بپریم و همچنین سپریم که منفی 3 و منفی 1 و 9 و 3 به دست میاد که اگه بیام رسمشون بکنم بدین صورت میشه. خب دامنه چی میشه؟ مقادیری که x میپذیره، یعنی از منفی 9 میاد تا 9، برد من مقادیری که y میپذیره، در واقع از منفی 1 میاد تا آخرین عدد ما چنده؟ برابر با 3.